سلام دوستان، خوش آمدید به شبکه ما. امروز ما در باره یکی از سیموهای مشهور تاجیک دلیر نظر فرق میزنیم. باور دارم شما میشناسید، اما اون معلومات هایی که ما میگیم تا حال نشنیدید. از حیات و روزگار این نفر ما در امروز برنامه معلومات خواهیم داد. عزیزان به شبکه آبونه شوید، خیلی شاد میشودیم. نظرف دلیر مهربانویش، آوازخوان معروف جهانی تاجیک، اشتراکچی بسیار لایحه و فیلم ها، همچنین اکتیور و هم آهنگساز می باشد. 8 سپتامبر سال 1959 در ولایت مختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان در آیله منصبدار و زیایی تولد شده است. دلیر پدر 4 فرزند است. برای سهم نظرسش او را هنرمند خلقی می نامند. دلیر نظرف قدم های نخستین خود را در ساحه موسیقی از 12 سالگی آغاز کرد. سال 1979 در فیلم جوانان صبح اول سرود ای پری را سرایید که شهرت تیز پیدا کرد. این نخستین اجرای دلیر نظرف به حیث موسیقی در فیلم بود. اون لحظه ها دلیر نظرف علاقه یک انسامبل داشت که به حیات اون انورشا، اقبالشا، مبارکشا، فیروز خلیلوف شامل بودند. دلیر نظرف با دختر یکی از منصبداران همون وقته اویلدار شد، اما با سبب های نامعلوم پس از چند جدا شدند و اون مدت صحنه رو ترک کرد. سالهای 80 به صحنه برگشت و دوباره با سرودهای ترک شیرازی که به قلم حافظ شیرازی تعلق دارد برگشت. او رو هنوز مردم با سرود چکچک بارون میشناسند و دوستش میدارند. شبهای بخوابی و مهنتهای زیاد صفدیلونه برای مردم به او شهرت و اعتبار آورد. گروه دلیر نظرف در آزمونها و فستیوالها شرکت ورزیده چندی مراتبه جایهای مخصوص را صاحب گردیده بودند. دلیر نظرف به کشورهای ایتحاد دولتهای مستقل و اروپا با همراه گروه خیش سفر کرده است. بعضن او در تویها با درخواست دوستان هنرنمایی میکرد و حتی پس از آن تنها یک چند سرود میخواند. و وقتای آخر او عموماً در تویها شرکت نمیکند، تنها میگوید که در جای خود جوانان را میخواهد گذارد. سالهای 1992 تاجیکستان را جنگ شهروندی فرا گرفت که مهاجرت عمومی مردم را به بار آورد. نسل دلیر نظرف نیز استثنا نبود، آنها به الماتو کوچیدند. آنها در آنجا تا سال 1997 ایستادند تا به اعتدال آمدن وضعیت در آنجا زندگی کردند. هنگام رسیدن به وطن خود دلیر کنسرت خود را در مجمع کنسرتی بربد تشکیل کرد. همه فرزندان دلیر نظرف علاقه کلانسولند. دوران نوازنده نشده است، اما مهربان و ابرار با پیروی پدر خود رفتند. ابرار نواختن اسباب ها رو دوست می دارد و عضو گروه سرز است و مهربان روح سراینده رو انتخاب کرد و بیشتر در الماتو کار می کند. یک سراینده اولی جنابه که شهرت ملی رو به دست آورد، از جانب هزارها مخلصان فتح دوست داشته شد که پیروان و شاگردان زیادی رو تربیه نموده است و مانند نوباور چنوروف، مبارکشو میرزوشویف، نرگیز بندیشویف و دیگران. عنوان و جایزه ها برای خدمت در بین مخلصان لازم نیست، میگوید نظر نظرف، برادر دلیر نظرف. دلیر نظرف امروز در یوتیوب کانال رسمی خود رو داشته، از معلومات ها و سرود های نو بنو به مردم آگاه میکند. همیشه فعال است و سرود چکچک باران بهار رو زمزمه میکند. دلیر نظرف امروز به سن مبارک 62 سالگی رسیده است. ما آرزو و دعا میکنیم که 100 ساله گردد و همیشه در دل و دیده مردم باقی ماند. با همین تمام، خیر عزیزان، به شبکه آبونه شوید، نوارهای نو را انتظار شوید.